نمایی از آسمان بر فراز مسجد جامع بزرگ دهلی. این تصویری است که امروز بارها از شبکه‌های خبری هند و دیگر کشورها پخش شد. در داخل مسجد صف‌های منظم و طولانی پشت سر هم تشکیل شده بود. از اینکه پس از 2 سال نماز عید به جماعت و با شکوه در این مکان اقامه شد بسیار خوشحالم. نه تنها در محبته و شبستان، بلکه پشت بام‌ها و خیابان‌های اطراف هم مملو از جمعیت بود. مجموعه رنگی از پیراهن‌های رنگارنگ در حیات مسجد صحنه‌های زیبایی ایجاد کرده بود. This is a Muslim festival. There are 2 festivals here. جشنواره بزرگ مسلمانان است که پس از 1 ماه روزه‌داری آن را برگزار می‌کنند. این هدیه خداوند به بندگانش است. صبح عید فطر 1401 هجری شمسی، چند دقیقه از جای جای کشور بزرگ هند این صدا به گوش می‌رسد. پس از پایان نماز، اولین کاری که نمازگزاران می‌کنند تبریک عید و در آغوش گرفتن یکدیگر است. عید کا پیغام خوشی کا پیغام ہے. پیام عید فطر مسلمانان آرزوی شادی، امنیت و سلامتی برای همه مردم جهان، به ویژه هندو مذهبان، سیخ ها، مسیحیان و دیگر پیروان ادیان است. بیش از 1000 سال است مسلمانان هند این نماز عید را این چنین با شکوه برگزار می کنند و نسل آینده هم این صحنه ها را خوب می بیند. پس از 2 سال وقفه در برپای این نماز با شکوه به علت شیوع کرونا، امروز دوباره مساجد هند از جمله مسجد جامع دهلی شاهد اقامه نماز عید فطر بود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی 9.